Briefly... آیا تلنگی ممکنه به طور خلاصه به ما بگید که در کنفرانس در مورد چه چیزی صحبت کردید؟ yes, uh, um, and... بله پانل ما درباره تامین مالی غیرقانونی تروریسم بود. من تحقیقاتی رو در مورد شبکه های تامین مالی تروریستی حزب با تمرکز ویژه روی آمریکای لاتین، یعنی جایی که اونا حضور چشمگیری دارند، رای کردم. این شبکه ها به شدت درگیر پولشویی برای کارتل های مواد مخدر و جرائم سازمان یافته هستند. اینه که شما در اونجا همگرایی تروریسم و جرائم سازمان یافته رو مشاهده میکنید اما فکر میکنم نکته کلیدی این واقعیت که این شبکه ها هم رسمی و هم غیر رسمی هستند. رسمی به این معنی که یک ساختار فراگیر وجود داره که توسط رهبری حزب الله داره میشه. اما در سطح ملی از مؤسسه های تجاری، بازرگانی و خدمات مالی برای پولشویی و جمعآوری کمک های مالی برای حزب الله استفاده میشه. در این رابطه اونچه که اغلب به چشم میخوره ارتباط های غیر رسمی هن. خانواده قبیله روستای محل تولد مراسم سنتی از قبیله عروسی ها مناسبات سببی و غیره میبینیم که ساختار فراگیر تامین مالی تروریسم چطور از ارتباطات غیر رسمی خانوادگی در جامعه خارج نشین برای حمایت از یک حرکت سیاسی استفاده میکنه informal within the community to support the اشاره شما به طور خاص به چه کشورهایی و در مورد چه مقدار پول صحبت میکنی؟ تمرکز من عمدتا روی منطقه مرزی سگانه آرژانتین، برزیل و پاراگواس که به طور کلی مرکز اصلی تامین مالی غیرقانونی است. به همین دلیل که حزب الله در اونجا حضوری بسیار قوی داره اما هایی که اینها در آمریکای لاتین انجام میدن فقط به اون منطقه محدود نمیشه سایر کشورها هم درگیرن ونزوئلا و کشورهای دیگه که به طور خاص منطقه آزاد تجاری یا منطقه مرزی مانند مرزهای سگانه دارن هر جایی که کالاهای قاچاق و تجارت غیرقانونی زیاد وجود داره حزب الله هم اونجا حضور پیدا میکنه منتها این مرکز همیشه با مناطق دیگه جهان در ارتباط هم و تکرار میکنم. کانال های این روابط و این قاچاقچی ها معمولا ارتباطات خانوادگیه. صحبت چقدر پول در میونه؟ well, estimate... خب تخمین زدنش کار آسونی نیست چون خیلی هاش غیر قانونیه. اما در سال 2016 در کیفرخواستی علیه یه شبکه بسیار مهم پولشویی قاچاق مواد مخدر مرتبط با حزب الله اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا اعلام کرد حزب الله به طور متوسط سالانه 400 میلیون دلار فقط از راه تجارت مواد مخدر در سطح جهان به دست میاره بنابراین ارزیابی من اینه که بخش قابل توجهی از بودجه عملیاتی سالانه حزب الله به طور فزاینده‌ای از منابع مالی مستقل به غیر از ایران تعمین میشه. ایران چه مقدار کمک مالی به حزب الله میده آخرین رقم چقدره؟ well, uh, خب ارقام رسمی توسط مقام های اسرائیل و ایالات متحده حمایت ایران از حزب الله جمعا حدود 700 میلیون دلار در سال ارزیابی میکنه. بر اینه که این حدود دو سوم بودجه عملیاتی اوناست البته وابستگی به ایران مشروب به توانایی پرداخت جمهوری اسلامی که اونم به نوبه خود متاثر از اقتصاد ایران و اثر بخشی تحریم هاست of by their and the of of come... چطور با وجود این همه تحریم حزب هنوز این همه پول دریافت میکنه دو دلیل وجود داره از اونجایی که جمهوری اسلامی متحد به صدور انقلابشه و از این نظر حزب الله موفق ترین محصول کارشونه مقام های ایرانی همیشه این مؤلفه ایدئولوژیک رو بر تامین نیازهای مردم خودشون اولویت میدن و هم به این دلیل که در نهایت علیرغم سختی های ناشی از تحریم ها در طول زمان رژیم ایران تونسته خودش رو تطبیق بده بنابراین میتونه تاثیر تحریم ها رو با دسترسی به کانال ها و منابع غیرقانونی اقتصاد جهانی کاهش بده و هرچه از این طریق گیرش میاد رو بین گروه های نیابتی و ایادیاش تقسیم کنه آیا این استدلال خوبیه که چون سیستم بانکی لبنان فاسده حزب الله میتونه در این کارها موفق بشه؟ look, I mean, part of the because بخشی از دلایلی که سیستم بانکی لبنان در این وضعیت قرار داره وضعیت بد اقتصاد لبنان و ضعف دولت لبنان ناشی از این واقعیت که لبنان تا جایی که حافظه یاری میکنه هرگز یک کشور قدرتمند نبوده این کشور بیشتر شبیه موزایی که از قبیله ها و فرقه هاست و نهادها بر اساس نیازهای اونها ساخته شدن اما واضحه که بخش بانکی لبنان مجرای تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی بوده که از سطح اعتماد و اطمینانی که در دهه های 1340 و 1350 داشت به خدا نیست. آیا اراده در کار میبینید که بتونه اوضاع تغییر بده یا باید انتظار داشته باشیم که باز همینطور ادامه پیدا کنه؟ تا زمانی که لبنان زیر نفوذ ایرانه هیچ شانس و فرصتی برای تغییر وجود نداره.